با درود و سلام خدمت همه شما، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید. امروز روز یک شنبه برابر با 5 مارچ 2023 و 14 اسفند 1401 و 12 ماه آدار سال 5783 عبری هستش. شاید از خودتون سوال بکنین که چرا از تقویم عبری استفاده کردم. به خاطر اینکه در این ویدیو در مورد پوریم و جشن پوریم که یکی از اعیاد مهم یهودیان هست صحبت خواهم کرد. چند وقتی میشه که قول دادم در مورد پوریم صحبت بکنم، شاید برمیگرده به 2 سال پیش و هنوز این فرصت پیش نیامد، ولی امروز در حقیقت یک روز قبل از جشن پوریم این تصمیم رو گرفتم که در این مورد صحبت بکنم. و همچنین اگر میبینین که تصویر، صدا، نور، بکگراند کمی کامل نیست و پرفکت نیست به قول معروف، به این دلیل هستش که در سفر هستم و این ویدیو رو در اتاق هتل دارم ضبط میکنم و اگر کم و کاستی هست این رو به لطف خودتون ببخشید. میریم سراغ داستان پوریم و جشن پوریم. این رو لازم میدونم بگم که به نظر من در سالهای اخیر خیلی از پوپولیست‌های مذهبی ایران از این جشن و از این روز به عنوان یک جشن ضد ایرانی و روز هولوکاست ایرانی یا به قول معروف روزی که ایرانیان به دست یهودیان کشته شدن نام میبرند. باید بگم که این کاملا اشتباه هست و این داستان پوریم، اتفاق پوریم، اشخاصی که در این داستان وجود دارن، نه همشون، بعضی هاشون افسانه هستن و تنها میتولوژی و یک اسطوره هستش و تقریبا تمام باستانشناسان، تمام مورخان بر این باور هستن که چنین داستانی هیچ سندیت تاریخی نداره و تنها یک اسطوره هستش که برمیگرده به اساطیر بابلی و حتی اسم استر و مردخای، دو شخصیت مهم و کلیدی در این قصه، هم اسامیشون از دو خدای معروف بابلی به نام ایشتار و مردوک گرفته شده. ایشتار خدای جنگ، خدای باروری بوده و مردوک هم خدای آبها و حافظ بابل یا همون بابلون بوده. و تنها منبع و سندی که در مورد این داستان وجود داره خود کتاب استر هست که بخشی از عهد عتیق هست که به 10 بخش تقسیم شده و در مورد این قصه و این داستان صحبت میکنه و در هیچ کجای دیگه در تاریخ از چنین داستانی نام برده نشده. و این داستان پوریم تنها یک اسطوره و یک قصه هستش. سعی میکنم توی این ویدیو خیلی به زبان ساده و خیلی سریع در مورد پوریم و اشخاصی که در این داستان هستن صحبت بکنم. این داستان، دوباره متذکر میشم، اسطوره هستش. خشایارشا، شاه قدرتمند و با تدبیر هخامنشی، برای چندین ماه جشن میگرفته و افراد زیادی هم دعوت میکرده، میخوردند و مینوشیدند و لذت میبردند و جشنهای خشایار بوده و جشنهای بزرگ. روزی خشایارشا میاد از ملکه، یعنی همسرش، درخواست میکنه که بیاد به یکی از این جشنها و اوریان بشه و خودش رو لخت به هزار نشون بده تا اینکه هزار ببینن که ملکه و همسر خشایارشا چقدر خوشرو و خوش بدن هستش. ملکه هم امتناع میکنه، سرپیچی میکنه از فرمان خشایارشا و این کار انجام نمیده. خشایارشا هم بسیار خشمگین و ناراحت میشه و ملکه رو عزل میکنه و دیگه، یعنی همسرش رو طلاق میده و دیگه ملکه نیست. خب شما همین اول داستان نگاه بکنین، چنین پادشاه قدرتمند و با تدبیر و با دانشی که در تاریخ به دفعات از اون نام برده شده، خب این بیاد ملکه رو لخ بکنه جلوی بقیه نشون بده، خب این کمی با عقل جور در نمیاد به نظر من. خلاصه خشایارشا ملکه رو عزل میکنه و خب باید ملکه داشته باشه، یه همسری داشته باشه. دستور میده به اطرافیانش که برن بگردن توی سراسر امپراتوری هخامنشی و یک گلچینی بکنن از تمام خانومها و دخترهای خوشرو و باکره و اونها رو بیارن به دربار خشایار
و خشایارشا هم در حقیقت یکی رو انتخاب بکنه به عنوان ملکه و همسرش. یه عده رو جمع میکنن میارن و یک مردی هم بوده در شوش به نام مردخای و یهودی بوده، از یهودیانی بوده که در زمان نبوکدنصر پادشاه بابل که اورشلیم رو فتح کرده بوده و یهودیان رو از اورشلیم مجبور به مهاجرت کرده بوده به بابل و بعدم که کوروش اومد بابل رو فتح کرد، تاجگذاری کرد، به یهودیان اجازه داد که برگردن برن به سرزمین خودشون، برن به اورشلیم و معبد سلیمان رو دوباره بازسازی بکنن، یک عده‌شون نرفته بودن، مونده بودن، مانند تمام یهودیان خاورمیانه، تمام یهودیانی که در ایران هستن، اینا بر نگشتن، اینا موندن اونجا و بعد از هزاران سال این سرزمین شد سرزمین اونها، شد وطن اونها و خودشون رو متعلق به اونجا میدونن. این آقای مردخای از اون یهودیانی بوده که نرفته بوده، مونده بوده. یک دختر عموی داشته به نام استر که خوشرو بوده و جوونم بوده. اینو میبره اون بخشی که باید خانوما رو تحویل میدادن، معرفی میکنه، میگه اینم هستش و جزو کاندیدات ها شاید قبول بشه. در نهایت استر قبول میشه، برگزیده میشه و انتخاب میشه به عنوان همسر خشایار و همچنین ملکه هخامنشی. و مردخای هم خوب بوده و زندگی خودشو میکرده تا اینکه مردخای از یک توطئه باخبر میشه، توطئه‌ای بر ضد خشایارشا باخبر میشه و اینو میرسونه به گوش خشایارشا و این توطئه خونسا میشه، خشایارشا جون سالم به در میبره و خشایارشا هم خیلی با این عمل مردخای حال میکنه به قول معروف و بهش مقام میده و میارتش توی دربار. خشایارشا یک وزیر الوزرا داشته به نام هامان که یک فرد مستبد و زیرکی بوده و همچنین دوست داشته که همه چاپلوسی بکنن در مقابلش، سجده بزنن، تعظیم بکنن در مقابل این، به هر چی گفت گوش بدن. مردخای این کار رو نمی کرده جلوی هامان و هامان هم از مردخای کینه به دل گرفته و میگفته که همه جلوی من سجده میزنن، تعظیم میکنن، ولی مردخای تازه دو روز اومده تو دربار، نه سجده میزنه نه احترام منو داره، اونطور که باید و شاید احترام منو به جا نمیاره و یه کینه از این به دل میگیره. بعدم از طریق هامان متوجه میشه که مردخای یهودیه، تصمیم میگیره که مردخای و تبار مردخای و قوم مردخای یعنی یهودیان رو از بین ببره. هامان میاد پیش خشایارشا و به خشایارشا میگه که تو سرزمین تو یک سری اقوام وجود دارن که این اقوام نه تنها به تو احترام نمیذارن، بلکه اصلا از فرمانهات هم سرپیچی میکنن و اصلا گوش نمیکنن بهش. اینو از خودش در میاره و میگه. خشایارشا هم ناراحت میشه و میگه کی میگه من اینا رو ادب میکنم و از بین میبرم؟ خشایارشا میگه فقط من اینقدر چند هزار سکه نقره احتیاج دارم و اون انگشتر پادشاهی. خشایارشا هم این بودجه رو از خزانه دربار میده به هامان، انگشترش هم میده و هامان دستور میده به پیک های مختلف، پیک ها نامه ها رو میبرن به مناطق مختلف در سراسر امپراتوری و میگن که در فلان روز همه باید هر کسی که یهودی بود رو به قتل برسونه، پیر، جوون، زن، بچه، هر کسی بود باید از بین بره تو اون روز. این خبر، این تصمیم به گوش مردخای میرسه، به گوش مردخای میرسه و مردخای مضطرب میشه، ناراحت میشه، چیکار بکنم؟ اگه داره اینطوری میشه که اول همه خودش کشته میشه، استر هم یهودیه، ملکه و کلن قوم یهود هم که در این سرزمین باقی موندن هم همه کشته میشن و ناراحت میشه و میگه چیکار بکنم؟ از اون طرف هم هامان اومده یه چوبه داری رو برپا کرده بوده در وسط شهر، در شوش، برای مردخای که اولین نفر مردخای رو دار بزنه. این موضوع رو مردخای میاد با التماس به استر میگه، به دختر عموش، که آره چنین داستانی، هامان دستور داده، مهر پادشاهی هم زده زیر نامه هاش با انگشتر خشایارشا و میخواد که چنین قتل عامی رو راه بندازه، لطفاً تو به خشایارشا بگو و جلوی این کار رو بگیر. استر میاد یک ضیافت شامی رو ترتیب میده و خشایارشا و هامان رو دعوت میکنه. خشایارشا از همون ابتدایی که استر شده بوده همسرش، شده بوده
ملکه همش به استر میگفته که تو چی دوست داری من بهت بدم، هر چی بخوای من بهت میدم، حتی اگر نصف امپراتوری من رو هم بخوای من این رو بهت میدم. استر چیزی نخواسته، تا اینکه اون روز میگه من فقط یه خواهش ازت دارم. میگه چی؟ میگه که یک توطئه ای داره اتفاق میفته و قوم من داره از بین میره و لطفاً جلوی این رو بگیر. همچنین به خشایارشا میگه که من یهودی الاصل هستم و این رو از ترسم به تو نگفتم، الان دارم بهت میگم. اونم به خاطر اینکه همچین توطئه‌ای داره اتفاق میفته. و خشایارشا میگه چی، چطور این توطئه؟ میگه آره، این هامان هم اونجا بوده، این هامان چنین دستوری رو داده و قراره که فلان روز سر یک ساعت مشخص، یک روز مشخص، تمام یهودیان به قتل برسن. هامان اونجا به دست و پای خشایارشا میفته و مورد غضب خشایارشا قرار میگیره و همونجا خشایارشا دستور میده که هامانو به دار بیاویزن، روی همون چوبه داری که برای مردخای برپا کرده بوده. بعد هم دستور میده به تمام پیک ها که نامه ببرن، بگن که این دستور منتفی هستش و در حقیقت برعکس این دستور و کسانی که آماده بودن و منتظر بودن که یهودیان رو به قتل برسونن، یهودیان اونا رو به قتل برسونن. این داستان برعکس میشه و از این ورم توی شهر میرن یه عده رو میگیرن، حدود 500 نفر به قتل میرسن به جرم توطئه و کودتا بر علیه یهودیان و 10 تا پسر هم داشته هامان، اونا هم به دار میآویزن و توطئه خونسا میشه و در اون روز 75,000 نفر که قرار بوده یهودیان رو به قتل برسونن خودشون به قتل رسیده میشن. خب این 75,000 نفر ایرانی بودن. این نکته ای هست که از اون به عنوان هولوکاست ایرانی نام میبرن و میگن که یهودیان ایرانیان رو در حقیقت کشتن. و خلاصه توطئه از بین میره و قوم یهود در امپراتوری هخامنشی در اون منطقه نجات پیدا میکنه و خشایارشا هم خیلی تشکر میکنه از مردخای و همچنین استر و این داستان اینجا تموم میشه. امروز مقبره استر و مردخای در همدان قرار داره، محلی هست زیارتی و مقدس برای یهودیان و همچنین خیلی از یهودیان سراسر دنیا این آرزو رو دارن که بتونن بیان ایران، برن همدان و اونجا زیارت بکنن، هرچند که این داستان فقط یک افسانه هست و واقعیت نداشته. حالا امروز در حقیقت منظورم روز پوریم، یهودیان چه کار میکنن؟ روز پوریم کی هستش؟ امروز 12 ماه آدار عبری هست. پوریم از فردا شروع میشه، یعنی از 13 ماه آدار، از بعد از ظهر شروع میشه تا 14 ماه آدار، یعنی 2 روز و 1 شب در حقیقت طول میکشه و امروزه در اسرائیل اون رو جشن میگیرن و بیشتر جشنی هست برای بچه ها به خاطر اینکه شبیه جشن هالووین هست، لباس های عجیب غریب میکنن بچه ها تنشون، جشن میگیرن، کارنوال هست، موزیک هست، غذا میخورن، میرن دید و بازدید. و 3 از کارهای مهم این هستش که اولش جشن میگیرن، دوم کتاب استر رو میخونن برای بچه ها و 3 اینکه کمک میکنن به نیازمندان و شکرگزاری میکنن که قوم یهود در اون زمان از تاریخ از این توطئه و جنایت جون سالم به در برد. باز هم تکرار میکنم، حتی خود یهودیان هم اکثرشون میدونن که این داستان واقعیت نداره و تنها یک اسطوره و یک قصه هستش. حالا یک عده مذهبی این رو باور دارن، خب اون جدا هستش. و امیدوارم که تونسته باشم داستان این استر و مردخای و هامان و خشایارشا رو درست عنوان کرده باشم و تأکیدم بر این بود که این داستان فقط اسطوره هست، هیچ سندیت تاریخی نداره و نباید بذاریم که یک عده به خاطر منافع شخصی خودشون سوء استفاده بکنن از ما، از ماهایی که در فضای مجازی میگردیم، نگاه میکنیم. و همچنین ما خودمون باید خیلی دقت بکنیم اگر به موضوعی برخورد کردیم، موضوعی رو شنیدیم، حتی توسط هر کسی، مخصوصا موضوعات تاریخی، باید حتما رجوع بکنیم به منابع موثق، به منابع مختلف
و صرفاً به یکی دوتا پست و عکس و متن در اینستاگرام بسنده نکنیم و آگاهی خودمون رو در حقیقت بالا ببریم و هرچی آگاهیمون بالاتر بره خب طبیعتاً افراد سودجو نمیتونن سوء استفاده بکنن. و شاید هم در ابتدای ویدیو یا همچنین در حین ویدیو از خودتون سوال کرده باشین که این عدد 5783 از کجا میاد؟ مبدأ تاریخ عبری و یهودی در حقیقت از زمانی که آفرینش و آدم و حوا به وجود اومدن، یعنی تاریخ 1111 زمانی که کلن زمین و آسمان و آدم و حوا به وجود اومدن، یعنی طبق باور یهودیان کلن آفرینش 5783 سال پیش به وجود اومده که این حالا کلی قابل بحث هست و که با علم امروزه این کاملا رد میشه و خیلی دوست دارم که در مورد این تاریخ و این داستان ها هم صحبت بکنیم که طبیعتا برمیگردیم به صحبت های از عهد عتیق، از عهد جدید، از انجیل، از قرآن که تمام اینها وقتی بهش بپردازیم میبینیم که سرمنشأ اینا، تمام داستان های اینها برگرفته از اساطیر یونانی هست که خیلی از اساطیر یونانی هم برگرفته از میترائیسمی هست که از ایران رفته، که اینو موکولش میکنم به یک زمان دیگه که بتونیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. امیدوارم که این فرصت باشه که بیشتر بتونیم در مورد این مسائل صحبت بکنیم و هم برای خود من جالب هستش و همین که شما عده‌ای از شما بارها سوال کردین و درخواست دادین که در مورد این مسائل بیشتر صحبت بکنم براتون. ممنون از شما، ممنون از این که تا الان این ویدیو رو نگاه کردین و امیدوارم که منظورم رو رسونده باشم در مورد پوریم، جشن پوریم و همچنین هم در مورد فضای مجازی. اطلاعاتی که میگیریم سطحی نباشه، رجوع کنیم به کتاب، رجوع کنیم به منابع مختلف تا اینکه آگاهیمون رو بالا ببریم و وقتی آگاهیمون بالاتر بره خب طبیعتاً زندگی بهتری خواهیم داشت. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و سلامت باشید به امید ایران آزاد.